خب دوستان، در ادامه فصل مقدمه از این به بعد به این موضوع خواهیم پرداخت که منبع الهام الگوریتم‌های تکاملی چیست و ضرورت استفادهشون در واقع چیست، از کجا میاد، چرا باید استفاده کنیم و در چه مسائلی بیشتر میتونیم ازشون استفاده کنیم. خب بنابراین در این فصل ما به ایده الگوریتم‌های تکاملی خواهیم پرداخت، ترکیب و جهش ژنتیکی رو میگیم و تکامل طبیعی. اینها همه در واقع زیرمجموعه‌هایی از منبع الهامی هست که برای الگوریتم‌های تکاملی متصور هستیم. اول از همه به سراغ ایده میریم. ایده الگوریتم‌های تکاملی در واقع الهام گرفته از روند تکامل طبیعی. حتما نام داروین رو شنیدید، در واقع دانشمند مشهوری که در واقع نظریه تکامل رو مطرح کرد و در واقع ایده و بیس الگوریتم‌های تکاملی هم در واقع از نظریه تکامل داروین شکل میگیره و در واقع الهام میگیره. خب این تصویر رو ببینید. اینجا ما یه سری زرافه داریم که به قول معروف در حال گردن درازی هستن برای اینکه بتونن یک شاخه درختی رو بگیرن و در واقع ازش تغذیه بکنن. در تصویر سمت چپ یک زرافه میبینید که در واقع قدش یکم کوتاه‌تر هست و گردنش به خوبی نمیرسه به درخت. حالا این فلش قرمز رو فرض کنید که به لحاظ زمانی نیست، فرض کنید که یک زرافه دیگری هست در کنار او که میتونه حالا شاخه درخت رو بگیره و همینطور زرافه‌های دیگری که در واقع گردن‌های بلندتری داره. خیلی ساده اگه بخوایم بگیم، اگه یه زرافه گردنش اونقدری بلند نباشه که بتونه از شاخه‌های درختان تغذیه بکنه، چه اتفاقی براش میفته؟ احتمالاً خب تغذیه خوبی نخواهد داشت، به لحاظ جسمانی، به لحاظ قوای جسمانی به مشکل میخوره و شاید خیلی راحت در واقع در مقابل هجوم در واقع شکارچیان طبیعت در واقع سر فرود بیاره. همینطور به این قضیه فکر بکنید که در واقع فرایند تولید مثل در بین حیوانات پیچیدگی‌هایی داره، چه بسا اونها ترجیح میدن با در واقع هم‌نوعانی از خودشون تولید مثل کنن که توانمندتر و قدرتمندتر باشه. همه اینا رو اگه کنار هم بذاریم متوجه میشیم که در طبیعت، در دنیای وحش، جانوران و حیواناتی که توانمندی لازم رو نداشته باشن، برازندگی لازم رو نداشته باشن، به مرور دچار در واقع گوشه‌گیری میشن، دچار ضعف میشن و به مرور از فرایند در واقع ادامه حیات باز میمونن، شانس کمی برای بقا داره. این مفهوم رو بهش میگن انتخاب طبیعی یا natural selection. این جمله رو با هم دیگه مرور بکنیم. با توجه به محیطی که میتواند میزبان تعداد محدودی از موجودات و غریزه اساسی موجودات برای تولید مثل باشد، انتخاب اجتناب ناپذیر میشود. در واقع طبیعت یک فضای محدودی هست و شانس رو به اون حیواناتی میده، به اون جانورانی میده که قدرتمندتر هستن، بهتر میتونن خودشون رو تطابق بدن با محیط زیست و در واقع از این بابت شانس بیشتری برای بقا دارن. این مفهوم انتخاب طبیعی اساس الگوریتم‌های تکاملی. یه مثال دیگه براتون بزنم. تو این تصویر ما یک سری موش میبینیم که حالا موش‌های تیره و روشن هستن، مثلا روی محیطی دارن زندگی میکنن. تصویر خب شماتیکه دیگه. و یک پرندهی که در واقع شکارچی این موش ها هست. این موش ها در واقع شکارش هستن. پرنده وقتی از دور به در واقع به این محیط نگاه میکنه، به این حالا تپهی که وجود داره یا به این محیطی که تیره رنگ هست، برای شکار قطعا موش های روشن رنگ رو راحت تر میتونه تشخیص بده و راحت تر میتونه شکارشون بکنه. چه اتفاق میفته؟ در یک بازه زمانی کوتاه یا بلند خیلی کاری نداریم،
موش‌های روشن رنگ‌تر راحت‌تر شکار میشن و جمعیتشون کم میشه و موش‌های تیره رنگ در واقع شانس بهتری برای بقا دارن. در استپ بعدی چه اتفاقی میفته؟ موش‌ها در واقع در یک بازه زمانی بلند مدت‌تر احتمالاً تولید مثل می‌کنن. خب وقتی موش‌های تیره رنگ‌تر تعدادشون بیشتره، وقتی میخوان تولید مثل هم بکنن، در واقع ژن تیره رنگ بودن رو در واقع یک جورایی در فرزندان خودشون بیشتر پخش میکنن، بیشتر به صورت طبیعی این اتفاق میفته و طبیعتا جمعیت موش ها میره به سمتی که موش های تیره رنگ تر بیشتر و بیشتر بشن نسبت به موش های سفید رنگ تر. این مثال بسیار ساده بود از انتخاب طبیعی. جانورانی که نمیتونن تطابق بدن، نمیتونن مثلا خودشون رو قائم بکنن، نمیتونن به خوبی استتار بکنن، راحت تر شکار میشن، شانس کمتری برای بقا داره. و بالعکس جانورانی که بهتر میتونن خودشون رو استتار کنن، به خوبی میتونن در واقع زنده بمونن و بقا به زندگیشون ادامه بدن و همچنین تولید مثل بکنن. خب راجع به ایده داریم صحبت میکنیم همچنان. این جمله رو با هم دیگه مرور کنیم. انتخاب طبیعی افرادی، توی پرانتز موجوداتی که به بهترین وجه با شرایط محیطی سازگار یا متناسب هستن رو ترجیح میدن. همون مثالی که راجع به موش و زرافه زدیم، اونایی که بهترن شانس بهتری برای بقا پیدا میکنن. به عبارت دیگه افرادی که به طور مؤثرتری بنای منابع داده شده رقابت میکنن. بله اونایی که بهتر میتونن شاخه درخت رو ازش استفاده کنن، بهتر میتونن غذا پیدا کنن، بهتر میتونن شکار بکنن، همه اینها ویژگیایی است که باعث میشه گروهی از موجودات در واقع شانس بقای بیشتری داشته باشه. راجع به انتخاب طبیعی صحبت کردیم. اولین و مهمترین اساس الگوریتم تکاملی به حساب میاد. اما در کنار در واقع بحث انتخاب طبیعی ما دو تا مفهوم دیگه هم داریم. جهش و ترکیب ژنتیکی که در ادامه به این خواهیم پرداخت. جهش و ترکیب ژنتیکی چی هست و چگونه به تکامل کمک میکنه؟ حتما مفهوم جهش ژنتیکی رو جهش ژنتیکی رو شنیدید، مثالهای مختلفی هم ازش دیدید، اما با یه مثال ساده میخوام این مفهوم رو خدمتتون عرض کنم، انشالله بهتر جا بیفته. شواهدی وجود داره که در واقع در این مثال تاریخی بیان میکنه که نزدیک به 8000 سال پیش انسان‌ها غالباً تمامی انسان‌ها چشمان تیره رنگ و قهوه‌ای رنگ داشتن و در واقع همگی چنین ویژگی داشتن. اما در حدود 8000 سال پیش، این شواهد در واقع اینو داره بیان میکنه، یک اتفاق میفته که اصلا کاری نداریم، یه اتفاق ژنتیکیه، به علم ژنتیک ربط پیدا میکنه و برای ما اصلا اهمیتی نداره و انسانی متولد میشه که چشمان آبی داره برای اولین بار در طول تاریخ بشریت. خب حالا بیان میشه که در واقع این دوستانی که در واقع چشمان آبی دارن در شب بهتر میبینن ولی خب در روز کمی ضعیفتر چشمانشون، به اینم خیلی کاری نداریم مثلا درسته یا نه. اما این برای ما مهمه که اولین بار یک جهش ژنتیکی رخ میده در یک انسان به دلایلی که بازم خیلی به رشته ما مربوط نمیشه و اولین انسان با چشمان آبی متولد میشه. و نکته بسیار جالب، بسیار جذاب این عزیزان که تمام انسان امروزه روی کره خاکی ما با چشمان آبی زندگی میکنن از این انسان در واقع زاده شدن، در واقع نیاکانشون مشترک بوده. خب این مثالی بود از یک جهش ژنتیکی. شما میتونید در اینترنت اگر سرچ بکنید مثال‌های مختلفی از در واقع جهش ژنتیکی رو میتونید پیدا بکنید. میتونید با کلید واژه مثلا animals mutation examples سرچ کنید و در بخش ایمیج در واقع تصاویر مختلفی از حیواناتی که حالا به دلایل مختلفی دچار جهش ژنتیکی شدن و ویژگی عجیب غریبی پیدا کردن رو
ببینید. حالا لزوما این ویژگی ها نباید چیزای عجیب غریبی باشه، ممکنه یه تغییر رنگ باشه، ممکنه یک تغییر مثلا ابعاد باشه در سرشون در پاشون و چنین در واقع اتفاقاتی. خب برگردیم به پاورپوینتمون و اسلاید ها. جهش ژنتیکی رو شناختیم، حالا از اینجا به بعد میریم به سراغ ترکیب ژنتیکی. این مثال گرافیکی ساده رو ببینید، ما اینجا یک در واقع والد قرمز رنگ داریم و یک والد سفید رنگ. در واقع این دو احتمالاً اصلا دیگه خوششون میاد و یک بچه ساده یک فرزندی میشن. این فرزند ویژگیایی رو از پدر و ویژگیایی از مادر رو به ارث میبره، رنگ قرمز رو مثلا از والد اول و بلند بودن دستانش رو از والد دوم به ارث میبره. این مثال ساده ای از ترکیب ژنتیکی است. در واقع ویژگی ها در کنار همدیگه قرار میگیرن، چیزی جدید ایجاد نمیشه، ولی خب ترکیب اینها در واقع یک موجود جدیدی رو میتونه خلق بکنه. به این دوستمون نگاه کنید، این بنده خدا، این بزرگوار، در واقع اگه پترن یا الگوی روی پوستش رو ببینید، بخشهایی تیره رنگ هست، بخشهایی روشن رنگ هست. احتمالاً والدین بزرگوار این دوستمون هم در واقع مثلا یکیشون تیره رنگ بوده، یکیشون بدن روشن رنگ تری داشته. البته تو پرانتز بگم چون حالا تصاویر این عزیزان رو نداریم، میشه هم این اتفاق به واسطه جهش رخ داده باشه، اما ما فرض رو بر این میذاریم که مثلا والد اول تیره رنگ بوده، والد دوم سفید رنگ. مثال های دیگری میتونید از این در واقع پیدا کنید اگه دوست داشتین، با کلید واژه recombination یا cross over در واقع میتونید مثال هایی از ترکیب ژنتیکی رو در اینترنت پیدا کنید. بسیار خوب، بریم سراغ بحث تکامل طبیعی. تا اینجا فهمیدیم که ایده چیه، انتخاب طبیعی چیه، جهش ژنتیکی چیه و ترکیب ژنتیکی چیه. حالا میخوایم بریم سراغ این که ببینیم تکامل چجوری رخ میده. در تکامل طبیعی ما یک محیط مشخص داریم با جمعیتی از افراد، ایندیویدوال. در واقع این افراد بعداً میگیم که سلوشن های ما هستن، راه حل های ما برای حل مسئله. این جمعیت، این مجموعی از افراد برای بقا و تولید مثل تلاش میکنن، مثلا همون مثال زرافه ها، مثلا موش ها، و برازندگی این افراد با توجه به محیطشون تعیین میشه. شانس زنده موندنشون میشه برازندگیشون، تیره رنگ باشن، روشن رنگ باشن، گردن بلندی داشته باشن یا خیر. در مفهوم الگوریتم های سعی و خطای تصادفی، در واقع به این افراد میگیم مجموعی از راه حل های کاندید. الگوریتم های سعی و خطا گونه ای از الگوریتم ها هستن که حالا تراین تست دیگه، در واقع هی سولوشن های مختلف رو تست میکنیم تا به جواب مطلوب برسیم. افراد در این جمعیت ما اون سولوشن ها هستن، اون راه حل های کاندیدی هستن که باید بررسیشون بکنیم. جمله آخر رو توجه بکنین عزیزان، کیفیت آنها، یعنی اینکه چقدر مسئله را به خوبی حل می‌کنند، تعیین می‌کند که آنها حفظ شوند و برای ساخت راه‌های کاندید بیشتر مورد استفاده قرار بگیرند. در واقع اون برازندگی، اون شایستگی، اون توان برای بقا اینجا خودش رو نشون میده. اونها احتمالاً سولوشن‌های بهتری برای جواب ما دارن و در واقع باقی می‌مونن و تولید مثل می‌کنن. بخوایم اینو شماتیک نشون بدیم، در واقع ما میتونیم از دنیای طبیعی، از تکامل طبیعی یک نگاشتی داشته باشیم به فضای مثلا. در واقع ما اِوولوشن یا در واقع تکامل رو اینجا در دنیای واقعی داریم، معادلش حالا اون فضای مثلا یا حل مسئله‌ای که میخوایم بهش برسیم. یک مفهومی داریم به نام محیط که در واقع نگاشت میشه به مسئلمون، به صورت مسئلمون. یک مفهومی داریم به نام اندیویجوال یا افراد، فرد، که نگاشت میشه به راه حل کاندیدمون، راه حل نامزدی که در واقع باید روش کار بکنیم ببینیم چقدر میتونه خوب باشه. و برازندگی، همون که چقدر در واقع توان بقا داشته باشن، قدرتمند باشن، رو
نگاهش میکنیم به یک مفهوم به نام کوالیتی یا کیفیت. خب تا اینجا این کار در واقع ایده الگوریتم تکاملی رو مطرح کردیم، منبع الهامشون گفتیم، ترکیب ژنتیکی، جهش ژنتیکی و همینطور فرایند تکامل طبیعی رو خدمت شما عزیزان مطرح کردیم. از اینجا به بعد به این موضوع خواهیم پرداخت که چه ضرورتی داره از الگوریتم تکاملی استفاده کنیم، در چه نوع مسائلی به درد ما می‌خوره. خب ضرورت استفاده، مدت ها بود که در واقع در بین علوم مهندسی دنبال روش هایی میگشتن که بتونن در واقع در طیف وسیعی از مسائل قابل استفاده باشن، محدود به مسائل خاصی نباشن. همچنین برای مسائل خاص به تغییرات زیادی احتیاج نداشته باشن. مثلا اگه نوع دادشون عوض میشه لازم نباشه الگوریتم رو عوض کنه. سومین مورد خیلی مهمه، راه حل خوب نه لزوماً بهینه، در زبان قابل قبول. این خیلی مهمه. در واقع الگوریتم تکاملی این رو برای ما به ارمغان میارن، راه حل های خوبی رو پیدا میکنن که لزوماً بهینه نیست اما در زبان قابل قبولی ارائه میشه. غالباً به این نوع جواب ها میگن جواب مهندسی، جوابی که کار آدم رو راه میندازه و لزومی هم نداره بهینه باشه. انگیزه بعدی که در واقع در مورد الگوریتم تکاملی بحث کنجکاوی انسانه. انسان ها به حال همیشه دوست داشتن که فرایندهای تکاملی رو بتونن به گونه شبیه سازی کنن در رایانه و میلیون ها نسل رو بتونن در چند دقیقه یا چند ساعت مثلا اجرا کنن و تحت شرایط مختلف تستشون بکنن ببینن چه نتایجی. موارد دیگه ای از ضرورت استفاده رو ما هم مرور میکنیم. در بعضی مواقع واقعا الگوریتم تکاملی بهترین هستن، یعنی به صورت تجربی به این رسیدیم که الگوریتم دیگری واقعا نیستن که به این خوبی جواب بدن. اجراشون ساده است، یعنی شما این مفهوم رو بفهمید پیاده سازی بسیار راحتی دارن، خیلی از مواقع رایگان و اوپن سورس اینا رو میتونید در اینترنت پیدا کنید. گاهی اوقات هیچ راه حل دیگه‌ای هم وجود نداره، برای به خصوص مثلا مسائلی که به ظاهر مثلا فکر می‌کنیم با دنیای محاسبات سخت میتونیم حل کنیم ولی امکان پذیر نیستن، باید به سراغ الگوریتم تکاملی بریم. همچنین در واقع امکان موازی سازی که در واقع پیشتر توضیح دادیم که میتونیم در واقع پروسس ها رو تقسیم کنیم و بین کورهای مختلف سی پی یو یا جی پی یو در واقع این رو به صورت موازی پیاده سازی کنیم. من یه لینک این پایین گذاشتم که اگه دوست داشتین این مقاله که مربوط به ضرورت استفاده هست رو میتونید بهش مراجعه کنید. و همچنین در واقع بحث بعدی که وجود داره اینه که بدونیم که در واقع برای چه نوع مسائلی الگوریتم تکاملی مناسب تر هست. یکی در واقع مسائلی که تعداد پارامترهای زیادی داره، تعداد زیادی پارامتر داره، مسائلی که روابط پیچیده‌ای داره بین پارامترها، به ظاهر مثلا نمیتونیم با فرایندهای متداول هارد کامپیوتینگ مثلا مشتق گرفتن و اینها حلشون بکنیم، گاهی اوقات اصلا مشتق پذیر نیستن. مسائلی که بهینه‌های محلی زیادی دارن، در واقع فضای مسئله به گونه‌ای است که بسیار گمراه کننده است، در واقع ممکنه در بهینه‌های محلی به دام بیفتیم. مسائل چند هدفی، مسائلی که به صورت موازی شاید لازم باشه چند نوع تابع مختلف رو ما بهینه‌سازی کنیم، و مسائلی که به طور کلی شرایطشون متغیره و ممکنه در هر تکرار شرایط مختلفی پیدا کنه. خب یه لینکی من اینجا براتون گذاشتم، در واقع خیلی جالبه اگه نگاهی بهش بیندازیم در واقع و ببینیم که چقدر این الگوریتم تکاملی میتونه کاربردی باشه. حتما راجع به در واقع شرکت SpaceX مواردی رو شنیدید، در واقع یکی از بزرگترین شرکت هاییست که در حوزه هوافضا داره کار میکنه و در واقع این شرکت یه راکت هایی رو داره. خب طبیعتا این راکت ها فرایند بسیار پیچیده‌ای دارن برای خروج از جو، و حالا اگه این ویدیو رو ببینید میبینید که این راکت ها وقتی از جو خارج میشن خب یک سری بوستر یا شتاب دهنده بهشون متصله که این شتاب دهنده ها از یه جایی به بعد قطع میشن، رها میشن و باید به جای مناسبی فرود بیان، وگرنه خب تبعات دیگه‌ای رو داره، همینطور هزینه زیادی هم براشون شده، چه بهتر که بتونن اینها رو سیف کنن و دوباره ازشون استفاده کنن. خب
حالا کاری نداریم این مسائل خیلی واسه ما شاید به رشته ما مربوط نباشه، اما در واقع این بوسترها در واقع یک سری قسمتایی دارن که موقعی که میخوان فرود بیان شرایط مختلفی رو پیدا میکنن و خیلی جالبه که حالا توی این مقاله میاد اشاره میکنه که چه چالش هایی دارن این بوسترها وقتی میخوان فرود بیان، باید بچرخن، باید شتابشون رو عوض کنن، جهتشون رو عوض کنن و و و مواردی از این قبیل. و چیزی که میخواستم اینجا بهتون نشون بدم اینه که how to solve it در واقع اینجا میاد به کمک شبکه های عصبی و ژنتیک الگوریتم، در واقع به کمک الگوریتم ژنتیک میاد این مسئله بسیار پیچیده و بسیار حیاتی رو حل میکنه. و دوست داشتین این مقاله رو بخونید، حتی خب خیلی عمیق اشاره نشده، فقط در حد کاربرد و نحوه استفادهش گفته، ولی از این بابت میخواستم بهتون نشون بدم که چقدر الگوریتم های تکاملی به خصوص ژنتیک در امروزه همچنان داره استفاده میشه. خب فصل مقدمه‌مون به پایان رسید، آشنا شدیم با جایگاه الگوریتم های تکاملی، ایدهشون رو مطرح کردیم و ضرورت استفادهشون رو بیان کردیم. در فصل آینده به صورت جدی‌تر وارد مبحث الگوریتم تکاملی میشیم و در واقع خیلی دقیق‌تر به این الگوریتم خواهیم پرداخت.